السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چنل ما. در این ویدیو میخوایم براتون تشریح کنیم که PUBG موبایل شما چه قسم روی کامپیوتر انستال کرده میتونین و چی مشخصات در کامپیوتر شما باید داشته باشه که PUBG موبایل روی کامپیوترتان روان بازی شوه و لگینگ یا بند نشه و جام نمانه. خب در قدم نخست، به خاطر انستال کردن PUBG موبایل شما ضرورت دارین که برین گوگل رو باز کنین. خب ما به براوزر باز میکنیم، بعد از روی به براوزر شما نشه کنین گوگل. بعد از اینکه گوگل باز کردین شما دی قسمت نشه کنین Tencent Gaming که نشه کردین، در اولش می Tencent Gaming بدی. خب Tencent Gaming بدی یک ایمولیتر می باشه که مشخصا برای PUBG ساخته شده از طرف خود کمپانی Tencent، کمی PUBG هم که است از کمپانی Tencent می باشه. بالا از کلیک کنین شما، بعد از کلیک کردین دی قسمت دانلود نوشته است و شما میتونید که دانلود کنین. بعد از اینکه دانلودش کردین میتونید که باز کردین یس بگین. خب شما که روی یس گفتین بسیار به طریق آسان انستال میشه، چون که دیگه بهتر من پیش از پیش انستال است به خاطر مرحله هاش نامد، ولی نکست دو دفعه نکست میزنین بعد از اون انستال میشه و میایه. خب بعد از اینکه Tencent Gaming انستال شده روی کامپیوتر شما، دی قسمت نوشته است PUBG موبایل، میره کلوز میکنیم PUBG موبایل. خب سر PUBG موبایل کلیک میکنین و بعد از اون قسمت دانلود نوشته میباشه انستالینگ، که میتونین ایره روی Tencent Gaming انستال کنین. بعد از اینکه 100% شد و انستال شد، شما میتونین که گیم بازی کنین. خب بگذارمش فعلا انستال میشه. سه فیصد. خب ایده شما میمانین اما تو که انستال شد و 100% پوره شد. بعد از اینکه گیم انستال شد، شما میاین در قسمت Tencent Gaming بدی و روی تنظیمات در قسمت کلیک میکنین. بخاطر از اینکه شما تنظیماتش نظر به کمپیوتر تن عیار بسازین که کمپیوتر تن دوره سپورت کده بتانه و بدون از اینکه گیم جام بانه یا لگین کنه شما روان رو بازی کده بتانه، باید تنظیمات دوره نظر به کمپیوتر تن شما عیار کنین. خب ایره ما در بکگراند انستالشن میمانیم که 100% پوره شوه. خب عالی انستال میشه. رن واس کنین دی قسمت DXDIAG نوشته کنین، مشخصات کمپیوترتون رو برتون ایج میگه که چه قسم کمپیوتر شما باید داشت شما دارین فعلا، و حداقل به خاطر بازی کردن از گیم شما باید این کمپیوتر داشته باشین که کور i5 باشه، حداقل کور i5 باشه، 6500K CPU تان باشه و ریم کامپیوتر تا نه دخل به خاطر از اینکه گیم روان کار بته باید حداقل باید 4GB باشه و گرافیک کامپیوترتان باید از کمپانی انویدیا حداقل باید 960 GT 960 حداقل باید گرافیک کامپیوترتان باشه، بخاطر از اینکه گرافیک بهتر داشته باشین و گیم به طور روان کار بته. و جایی را که گیم میگیره تقریبا 3GB از هارد درایو کامپیوترتان میگیره. خب همین چیزها رو شما ضرورت دارین، چیزای بیسیک داخل کامپیوترتان که این گیم سپورت کرده بتونه و این بازی کرده بتونه. بعد از اینکه شما یاره در کامپیوترتان داشتین و گیم انستال کردین، شما در این قسمت بیاین در قسمت تنظیمات Tencent Gaming کلیک کنین، در قسمت سیتینگ نوشته است بالای سیتینگ کلیک کنین و نوشته سیتینگ سنتر. خب در سیتینگ سنتر شما در انجین برین و در این قسمت تنظیمات است که شما میتونید دستکاری کنین برای خود. اولش یه میشه تک مارکش غیر فعال میباشه، شما تک مارک از غیر فعال کنین. بعد از اینکه شما پریوریتایز دیدیکیت جی پی رو فعال کردین، شما گیم روی گرافیک کارتون رن میکنین یا بازی میکنین. خب او اگر غیر فعال باشه کامپیوتر یعنی گیم که بعد از اینکه باز میشه از سی پی یو کامپیوتر استفاده میکنه و در بین بازی سی پی یو داغ می بالاش فشار زیاد می بخاطر کامپیوتر لگینگ میکنه، ولی اگه این فال باشه این فشار زیادتر سر گرافیک کارت مندازه و در اولت گیمتان بند نمیمونه. و این قسمت هم بالای سمارت مود بانین انتی آلیزینگ همیشه کمپیوترتان مشخصاتش پایین بودی را کلوز بگیرین. خب ما چون گرافیک کمپیوترم بالاست به وقت میره التیمیت گرفته، مموری کمپیوترتان مگه چند جی بی از ریم کمپیوترتان به شما اختصاص میدین، نظر به ریم کمپیوترتان شما میتونی را آتو بانین. اگر ریم کمپیوترتان 4GB و اگر 8GB یا 16GB شما 4GB انتخاب کنین. پروسسر کامپیوترتان یعنی کامپیوترتان نظری به اینکه کورای چند است و چند پروسسر داره میتونید انتخاب کنین.
خب بیرا تو بانین خوب است، ولی شما اگر کمپیوترتون بهتر است میتونین 4 سی پیو را اختصاص بدین برزی یا 8 سی پیو را. خب می را تو میمونم چون که همزمان داخل کمپیوتر ریکارد هم میکنم، به او خاطر کمپیوتر لگینگ نکنه و اپلیکیشن های دیگه به مشکل روبرو نشین، به خاطر این تو میمونم. و رزولوشن کاستک سایز مانیتورتون است که از این طریق شما میتونین انتخاب کنین که به کدام کیفیت گیمتان براتون نشان داده شوه. خب اگر کمپیوترتون ضعیفتر است شما میتونید که ایره کم بگیرین، 1024 در 576 ایره شما بگیرین بسیار خوب است، چرا که بسیار به کمپیوتر است که کم ضعیف باشن بسیار باسانی روی ازی رزولوشن شما گیم بازی کرده میتونید بدوزی که گیم بند بندک شوه. دی پی آی نظر مانیتورتان است که چند دی پی آی داتس پر انچ، یعنی از مانیتورتان است که LCD سلیدیس و چی مشخصات داره، خواهی اکتر شهستی رو متبانین. و دیگه در قسمت گیم برین، در قسمت گیم از دیجا اگر کمپیوترتان ضعیف است، کورای 5 است، شما HD 1080 پیکسل بگیرین و در این قسمت ایرام سموت بگیرین، ولی اگر کمپیوترتان کمی بهتر است شما اولترا با HD کوالیتی رو بازی کرده میتونین که بسیار خوب بازی میشه. ایره سیو میگیم و بعد از او در قسمت انویدیا میریم در قسمت گرافیک کارت ما و در قسمت کنترل پنل گرافیک کارت ما. ما بعضی از تنظیمات است که او رو میخواییم به خاطر گیم PUBG و رایار بسازیم. خب در این قسمت بالای منش ریدیس تنکس شما کلک کنین، بعد از او بالای پروگرام سیتنگز بیاین، بالای پروگرام سیتنگز کامدین شما اینجا گیم PUBG رو اد کنین. باید خوبی گیم خودش اینجا میایه تنکشون شو، اگه اینجا نبود شما میتونید که رد کنین، بعد از اینکه سرعت کلک کردین در این قسمت میتونید که انتخاب کنین گیمه و باز اوکی کنین. خب مشخصاتش شما باید به این قسم شما تنظیم کنین چون که گیم نباید بند بندک کنه. اولش در قسمت اوکی ماکسیمم پری رندرد فریمز در این قسمتی شما میشه باید یک بگیرین، بعد از اینکه یک گرفتین دیگه پاور منیجمنت در این قسمت پریفر ماکسیمم پرفورمنس باید بگیرین و دیگه دیجه داریم تکسچر فیلترینگ کوالیتی، ایره شما میشه که آی کوالیتی بگیرین یا خود کوالیتی بگیرین، کوالیتی همیشه میگیرین بود. و ترید اپتیمایزیشن ایره آن بگیرین شما. و در این قسمت ورتیکل بافرینگ، ورتیکل سینک و دیگه تنظیمات شما بالات نرمالش بانین. خب ایره اپلای کنین، بعد از اینکه ایره اپلای کردین شما میشه که برین و گیم اپلای کنین. اوکی خب شما گیم که پلی کردین در این قسمت سیتینگز از این میشه کلک کنین، در این قسمت کیبورد کاست کی مپینگ، از این قسمت میتونین تمام کنترل رایت رو چنج کنین که کدام کنترل در کجا باشه و چی کار انجام بده. خب این چیزایی است که ما بر کامپیوتر خود انتخاب کردین، شما میتونین مشخص سر هر کدام از این کلک کنین و رو تبدیل کنین. ایره ما سیو میگیم، خب از می چیز است میتونین شما از کپی کنین سیو. بعد از این شما میتونین که گیمتان رو باز کنین از طریق فیسبوک یا توییتر. خب ما از طریق توییتر باز میکنیم، یوزرنیم پسورد تان نوشته کنین دیجا. بعد از اوتورایز بگین و اوکی کنین. خب بعد از اون میبینین که گیمتان لود میشه و گیم بازی میشه. خب اگر شما بالای فیسبوک کلیک کنین شما میتونین که از طریق فیسبوک گیم باز کنین و از اون طریق بازی کنین. خب این رو اوکی میگه، میبینین که گیم برای کمپیوتر ما نصب شد و بسیار به گرافیک عالی دیجا آمد. و در این قسمت هم سر تنظیمات گرافیک شما میشه کمی کار کنین. اگر گیمتان در جریان بازی لگینگ میکنه شما بالای از این گرافیک بالا میتونین شما اسموت انتخاب کنین یا بالانس ده. اگر کمپیوترتون مدل بلندتر است میتونین HDR بگیرین و یادتون نره که فریم ریت ایره همیشه باید اکستریم بگیرین. اگه گرافیک کم هم گرفتین فریم ریت اکستریم بگیرین چون که همیشه به اون قسم ریسپانس گیم در مقابل شما زیاد میباشه، یعنی هر فانکشن یا هر عمل که شما به کمپیوترتون یا به گیم بگین که توی کار کوزوتر برتون کار میکنه. و از این قسمت میتونین گرافیکش انتخاب کنین که کلاسیک باشه، ریالیستیک انتخاب کردیم. انتی آلیزینگ شما کمپیوترتون گرافیکش کم مسیر دیسیبل بگیرین، شادو دیسیبل بگیرین و در این قسمت Auto Adjust Graphics ایره شما دیسیبل بگیرین.
چون که در بین بازی شما گرافیک کمپیوتر تان اتومات تبدیل شوه کم و زیاد شوه، اگه آن باشه دو قسمت گیمتان لگینگ میکنه و صحیح بازی نمیشه. ما این رو اوکی میکنیم و میریم گیم پلی میکنیم، ببینیم در داخل گیم لگینگ میکنه یا نه. خب ببینید که مواد تنظیمات را که بخاطر کمپیوتر را خدایا کرده نظر به تنظیمات کمپیوتر ما گیم سپورت کرده میتونه و بسیار راحت و بدون لگینگ گیم بازی کرده میتونه. تبقیش کرده که لگینگ چیزی دار، یعنی چون که اگر لگینگ داشت و یا درست کار نمیداد شما بودن که تنظیمات را کمی پایین بریم، گرافیش کمی پایین بریم، اندیشنس را پایین بریم، ریم برش کم طرف زیاد طرف احساس بدیم. در قسمت کمپیوتر بسیار مهم است که شما وقتی که کنترلر را تنظیم میکنید شما داخل خود گیم نمیدونید، یعنی تو نیست که تنظیم گیم برین بازش کنترولر را دیره چینج کنین یا سویچاره که میخواین به دل خواهیتن تبدیل کنین. شما باید از طریق تنظیمات خود تنظیم گیم بین که برای خود از اوجه باید برین و هر چیزی که خواسته باشین از اوجه تبدیل کنین. در غیر از او از داخل خود گیم شما هرچی کنین بالای ازی تأثیر نداره چون که بره موبایل است و تنظیمات از مربوط کمپیوتر نمیشه. خب میبینین که گیم بسیار طور روان کار میتره و لگینگ یا برمندگ اصلا نمیشه. ببینید که اصلا لگن گیم نداره، بسیار بطوره روان شما گیم بازی کرده میتونین و بسیار ضرور است که در وقت انتخاب کردن تنظیمات برای کمپیوترتان دقیق باشین، چون که اگر تنظیمات بلندتر شما انتخاب کنین گرافیک بلندتر و کمپیوترتان رو سپورت کرده نتونه، در اون صورت است که کمپیوترتان در جریان گیم بازی کردن سی پی یوش داغ میایه و گیم لگن میکنه به شکل که شما درست بازی کرده نمیتونین و اگر رویتونه دار بتنین طرف به طرف بسیار با مشکل بسیار لگینگ میکنه داخل گیم. خب که تنظیم درست است اید مشکل گیم برد بکار میکنه. خب ما ایر اگزیت میکنیم. بازم اگه شما میخواین که تنظیمات کپی کنین در این قسمت میشه بگیرین. برای کمپیوترهای که کور i5 است بهترین تنظیماتی است که شما انتی آلایزینگ کلوز بگیرین. میموری رو شما اگه 8 جی بی دارین 4 جی بی دین و اگه 4 جی بی دارین شما اتو بانین، پروسسور شما میشه اتو بانین، رزولوشن کامپیوترتان اگه گرافیکتان کم است 2080 یا 1024 بانین، در دو شکل دفعه گیم بازی کنین ببینین که کدامش لگینگ میکنه در کدامش نه. دی پی آی فرق نمیکنه نظر مانیتورتان 1060 است و در قسمت بالایی رندرینگ پریوریتایز دیدیکیت جی پی رو شما آن بانین و سمارت مود کلیک کنین و در قسمت گیم HD بگیرین و در این قسمت هم بالای بالانس شما کلک کنین. خب این مشخصات اساسی در این باره PUBG Gaming امیلیتورش داخل کمپیوتر بود. خب این بود ویدیوی ما. اگه این ویدیو برتان مفید واقع شد چینل سبسکرایب کرده ویدیو رو لایک کنین و به دوستاتون شریک بسازین. خب اگه شما انتقاد یا پیشنهاد دارین درباره چینل ما میشه که در کامنت از ویدیو شما شریک بسازین، چون که یا اگه شما میخواین که ویدیو برتان تهیه کنیم ما برتن تهیه خواد کردیم. خب تشکر از وقتتان، سلامت باشین، الله حافظ و نگهدارتان.